با فرارسیدن ایام محرم و به خصوص روز آشورا مردم لورستان بر اساس رسم دیرینه خود اعضای سرور و سالار شهیدان را با گلمالی انجام می دهند. گلمالی مردمان لر در روز آشورا از خاکی ترین آین آشورایی جهان حکایت دارد که اندوه بارترین ازاداری برای پسر حضرت فاطمه سلام الله علیه را به تصویر می کشد. در گذشته که پارچه سیاه کم بود، مردم تکه از دور سیاه چادر را می بریدند و بر شانه خود می گذاشتند. سپس گل درست می کردند و روی شانه هایشان می مالیدند به این نشانه که جسم ما از خاک است و به خاک برمیگردیم. آین گلمالی در روز آشورا در استانهای غربی ایران نظیر لورستان، کرمانشاه و ایلام انجام می شود. لورها زمانی که عزیزی را از دست می دهند، گل و خاک به سر و صورت خود می زنند. با این تعبیر که با این عذاب به خاک نشستیم. این ریشه در تاریخ دارد و در منابع تاریخی هم داریم که در گذشته هم در مصیبت‌ها گل و خاک به سر و صورت می‌زدند. عزاداری سید و شهده در روز آشورا هم حزن و اندوه بزرگی است که به همین خاطر لورها گل و خاک بر سر و صورت خود میزنند. این آین خاص دارای چند مرحله است. در شام تاسوا هم مامهای از گل مانند استخ درست می شود و افراد در آن قوتور می شوند و سپس خارج می شوند. این ازاداری در روز تاسوا هم در برخی از شهرها رواج دارد اما اصل آن در روز آشوراست. در صبح روز آشورا از کودک و جوان تا زن و مرد به تکیه های محله می روند و پس از گلمالی خود دور آتش می استند تا خشک شوند و در ادامه به سینه زنی می پردازند. زنان به یاد مصیبت حضرت زینب سلام الله علیها گل را بر چادر و سر خود میمالند و مردها لباس سیاه خود را به رنگ گل در میآورند و با همان لباس نماز ظهر آشورا را میخوانند این دسته های عزاداری نوعه های مختلفی به زبان لوری نیز میخوانند فاطمه موسوی اخبار